سلام دوستای عزیز، بازم نوبت نشر برنامه قصه های زندگی رسیده. خود اول بیاین که به یک بخش از قصه امروزی گوش بتیم. که تمی کارایت بیخی نام شاهزاده و پدرم به تو پیسه کدی، امین آن قاقم از خوردن است. این صدای یک شاهزاده به نام خالد بود، ای که چرای تو گفت در قصه خود فهمیدیم. علیکم سلام توتی، بخیر آمدی. بخیر باشی بابا نور، ما وقت آمده بودم. خودت نا وقت آمدی نا وقت. توتی بیرون کم کار داشتم، حالا دیگه بیا که داخل خانه بریم که اینجا بسیار خنک است. سعیس بابا نور سعیس. توتی اما تو یک رقمت بالای کشال و خفمال میشی، چی ریخته و چی پوشیده که امروز تو رستی ها؟ بابا نور، دروز میشه که گشنه استم گشنه. وی چرا؟ چیزی بخوردن نداشتی یا؟ خو کد یکک بیرون رفته بودم که چیزی پیدا کنم. پیدا؟ باز پیدا کردین یا نه؟ چند تا منپلینی مپوچ پیدا کردیم. ما خوش نداشتم اون یکک خورد. اونا بعد از اون هرچی که پولیتم تکه خوردنی پیدا نکردم خوردنی؟ من فکر میکنم سر تو هم قصه بچگه که پاچا شده. بچگه که پاچا؟ او کی است و چی شدیش بابا نور چی؟ قصه تو راست که در زمانای قدیم یک پاچا دوتا بچه به نامای خالد و تواب داشت. دیگه چی درد سر به تو میاد؟ یک روز بهاری پاچا بچای خود پشت زنجفیل یک بوته طبی که بر شکم دردی بسیار خوب است روان کرد. پاچا در جایزه کار پاچایی خود برشان وعده کرده بود. اونا شاهزاده خوش و خندان حرکت کردند. بسیار راه رفته بودند و در جریان راه تواب و خالد با هم گفتگوی داشتند. تواب بیادر خاطر جمع پاچای بعدی خودم هستم. خالد نشنیدی که پدرم چی گفت؟ که هر کس بوته زنجبیل زود پیدا کنه و برم بیاره امو جانشین ما میشه. تواب خود برم بگویه ما گوش نشدیم، چیز برای خوردن نداری؟ نه خالد راستی فهیم، ما هم کم گوش نشدیم. چیز به خوردن تو اردی کتید یا نه؟ تواب ما در خورجینم پت دو دانه سیب و کم نان روغنی گرفته بودم. اوهو سیبا را باش که بپالم. یام خود در خورجین نیست. چی شده؟ چرا تو پریشان معلوم میشین؟ اوف خالد، یعنی خوردنی های مرا شما گرفتین؟ نه ما نخوردیم، اسب خورده اسب. بنور خالد چرا این کار را کده؟ چرا؟ توتی شنیدی که اردو شاهزاده یعنی خالد و تواب یک نفر که اندیوالشان هم بودن که تو خود آورده بودن. پدرشان هم که قصدن برشان اجازه نداده بود که تو خود خوردنی ببرن، اونه خوردنی های توابشان ها جواد پتی کده گرفته و به اسب خود داده بود تا که تواب و اندیوالش گشنه بانن و از مسابقه دست بکشن. بد شد بابا نور بد. توتی دیگه چی درد سر به تو میاد؟ از این گپ این درست تیر شد. تواب و خالد کت اندیوالای خود دور از هم دیگر پشت همو زنجفیل میگشتن. اونا بسیار گشنام شده بودن. جواد اینجا را خود کلش پالیدیم پیدا نشد، حالا باید به با اونو کو بریم اگه اونجا بوتره پیدا کنیم. سعیز چه ازادیم؟ مگم دهی دو روز که هیچ چیز نخوردیم، سخت گشنه شدیم، چطور کنیم مچم؟ جواد تو تواب کتندیوالاش سای کو، چطور به شوق با تره میپالن؟ تو را چی بلا زده؟ چه ازادیم؟ مرا بلای گشنگی زده. تو چرا از رواش نخوردیه؟ رواش چی باشه که ما بخورم؟ رواش که تو شان شوکت ما نمیزیبه. نه او تو نیست چه ازاده، ما خودم پاچا سایبه دیدم که رواش میخورد. ده ای دشت و که رواشم کلان نعمت است. های جواد ما هم گشنه هستم، ماتل کدام خوردنی خوبش هستم. اوه نه زیر درخت سی که کدام چوپان طوله میزنه. آفرین جواد، حالا که پیشش بریم
میشه که از پیشش گوشت و کدام میوه پیدا کنیم. اینه، شکر که رسیدیم. ای چوپان، شهزادم زیاد گوش نشده، چیز با خوردن داری یا نه؟ آه دارم، اینه داد اسمال دور کمرم کمی نان دارم، باشت که بازش کنم، اینه من بگیریم. اوف، یوم از خوردن است، گوشت، میوه یا یکون نان روغنی نداری؟ نه شهزاده، دیگه خوردنی ندارم، امی نان است بس. خیر شهزادم، حالا چیز با خوردن ندارم، حالا میرم بخوریم که گوش ننمانه. اون اتوابم کتفه مندیوالش سونه ما میایه. نه، ما از گشنگی هم که ببنم اینان قاقا او هم از دستی چوپان نخوردیم و نمیخورم. سعی که چوپانک اونو دو تا بچه های کیستو میاین اوش کده باشی که یک ذره نانم برشان نتی، فهمیدی؟ بابنور، حالا چرا که تی تواب دشمنی را کرده؟ چرا؟ توتی حالت که یک شاهزاده کبری بود نمیخواست که شکم تواب بیادرش سیر باشه تا پشت زنجفیل بگرده و پاچایی را بگیره. اون از خاطر امی کبرش خود و اندیوال خود از نان چوپان محروم کرد و برش گفت که بر توابم نان نتی، اگر نه جزایش خواهد دادمت. خوب باز تواب چکت بابا نور تواب دیگه چی درد سر بتومت توتی؟ خالد و رفیقش امونجا نزدیک چوپان ماتل بودن تا ببینن که چوپان به تعابشان خوردنی میته یا نه. اوه خالد داده، پیش چوپان چی کار داری؟ هیچ، اومدم که کم خوردنی برم کمک کنه، مگم بیچاره نداشت. چطور امکان داره؟ راستی چیز بخوردن نداری چوپان؟ من خوردنی؟ نه، خوردنی نه، نه، نه. چرا میترسی چوپان؟ بگو چی میگی؟ شهزادیم، اونه دستمال سفید پشتش سایکو. او چوپان، چرا طرف خالد بیادرم سعی داری؟ ایسو که دستماله که چی داری؟ تو باش که ما بگیرمش. اینه، اینه خوردنی؟ الله شهزاده، بگو که عجب مزه میته. خالد، چرا تو از اینه خوردی؟ ایده که ماتل گوشت و پلاو هستی. تو بخوا که سیر شوی تواب که تمی کارایت بیخی نام شازده و پدرم با تو پیسه کدی، امین نان قاق هم از خوردن هست. خوخی دب تو بالاست دگه، مگم امین نان قاق دبین کو دره بر ما این گوشت براورست. خالد از دستی که برد هم خودت تبا میکنی و هم مره. حالا جواد بیا که بریم بوتر پیدا کنیم پشت از ایگه پان اگر. تشکر چوپان بیادر، بسیار نانم از دار بود. حالا فهیم بیا که ما تان بریم دگه. صحیح شازاده، خال کجا رو بپالیم؟ خالدشان خوبه پشت یک کوی روبرو رو میبینی ای طرف رفتن، ما تو مستقیم به میکو بالا میشیم. سعی کو دو نزدیکی طلاق کو چطور علفهای سبز معلوم میشه، شاید از اوجا پیدا کنیم. سعید شاهزاده برو که بریم. حالا فهیم اینه نزدیک است که برسیم. اینه بخیر رسیدیم شاهزادیم. مگم چطور جای سبز و مقبول است. اوهو ای خو خالد و جواد است، چطور در کمری کو زوف افتادن. ایش بابا نروزد شو بگو که خالد در چه شد چی؟ توتی خالد که تندوال خود پیش از تابشان به کو رفته بود و میخواست که امو زنجفیل پیدا کنه، مگم از گشنگی زیاد نتانست و که تندوال خود در مکمر کو افتاد. الله بابا نر باز چی شد باز؟ توتی دگه چی درد سر بتومد، وقتی که تواب باز خالد دید آجل کمکش کد و که تندوالش یک جای به قصر بردش. اون سباش که خالد هم جور شده بود پدرش دستان قصر یک محفل کلان گرفته بود و همه ایران بودن که چی گب باشه. سلام به همه، بخیر آمدین. و علیکم سلام، پاچا سلامت، بخیر باشه. وقتتان زیاد نمیگیرم، میبینید که امام ضعیف شدیم و باید یک کس جانشین ما شود. خوصایب، خوصایب. چند روز پیش اردو بچای خدا پشت زنجبیل روان کرده بودم تا هم دل در دیم جور شوه و هم ببینم که کدامش لیاقت پادشاهی را دارد. گوش کنید، حال دیگه باقی قصه را بچه هایم براتان میگه.
خو خالد بچه، اول تو بگو که چی کردی؟ پدر، ما به یک جای بسیار دور پشت زنجبیل رفته بودیم. هیچ چیز به خوردن نداشتیم. اون روز آخر که نزدیک به بوتای زنجبیل در تالاق یک کو رسیده بودم، از گشنگی زیاد دیگه شیما نمانده بود و زوف افتادم و نپیش رفته نتانستم. ما خو قصدن براتان اجازه بردن خوردنی را نداده بودم تا ببینم چی میکنه. تو بگو تواب بچه چطور زنجبیل پیدا کردی؟ پدر، من خو مثل خالد نیستم که کبر کنم. کتی آدم های غریب نشینم و از خوردنی های عادی نخورم. اون همی سبب شد که قوی باشم و به کو بالا شده زنجفیل پیدا کنم. آفرین تواب که هم در امتحان کامیاب شدی و هم خالد نجات دادی. بعد از این جانشین ما تو هستی. پاچا صاحب زنده باد. آفرین تواب، آفرین. ها توتی، شنیدی که کبر کردن خالد سر نان قاق دوت و شرایط که دیگه هیچ خوردنیام پیدا نمیشد سبب شد که عین از پاچایی بانه و تواب کامیاب شوه. اگر چند رقم خوردنی باشه باز مشکل نداره که از یکیش بخوریم و از دگیش نه. بابا نور، کاش که من سریم پلیاینی ما پوچ کبر نمیکدم. تو گشنه نمیموندم گشنه. آفرین توتیگک، خو خوب شد که بالاخره مرا پیدا کدی. اگر نه دیگه خلاص بودی. خلاص توتی، اینه مام برات از جیب خود چند تا مونپلی میتوم، بگی بخو که سیر شوی. اینه خیر ببینی بابا نور، میرم که یک قصر برات دیگه پرندان بگویم. پرندان سعیست توتیگه که سوز پره که من تو باش که من اول برات کلکی نواز کنم. اینه برو دیگه پیش رویت خوبی. خدا دوستای عزیز، این قصه که شنیدین عبدالله فضلی در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و جور کرده بود. جهان